ناهنجاری‌های رشد اجتماعی کودک و توان او در برقراری ارتباط با دیگران را نمی‌توان زودتر از 2 سالگی تشخیص داد. تشخیص این ناهنجاری‌ها مثل بیماری اوتیسم یا ناتوانی در تمرکز و بیش فعالی معمولاً بر اساس الگوهای رفتار کودک انجام می‌شود. آزمایشگاه بیبی لب برکبک در دانشگاه لندن روش تشخیصی ابداع کرده است که می‌توانند را از 6 ماهگی تا 10 ماهگی کودک به کار برد. این روش فعالیت مغز کودک را می‌سنجد و به رفتار او کاری ندارد. حسگرهای روی پوست سر گذاشته می‌شود و به کودک تصویر چهره‌ای نشان داده می‌شود که یا به او نگاه می‌کنند یا به سوی دیگر. در این وضعیت حسگرها فعالیت مغز کودک را اندازه می‌گیرند. برای این کار یکی از مهم‌ترین چیزهایی را که در محیط کودک وجود دارد انتخاب کردیم، یعنی چهره افراد را. کودک خیلی سریع با چهره مادرش آشنا می‌شود. نگاه افراد هم خیلی مهم است، یعنی اینکه به کدام سو نگاه می‌کنند. وقتی کسی به کودک نگاه می‌کند یعنی می‌خواهد با او ارتباط برقرار کند. و کسی که به سوی دیگری نگاه می‌کند شاید می‌خواهد به کودک بفهماند که او هم به همان سو نگاه کند. کودکی که میتواند فرق بگذارد بین کسی که به اون نگاه میکند و کسی که به سوی دیگری نگاه میکند بعدها دچار اوتیسم نمیشود. در بررسی کودکانی که بعدها دچار ناهنجاری اوتیسم میشوند، پژوهشگران دریافتند که فعالیت مغز کودک 6 ماهه در واکنش به حرکت چشمها کمتر از کودک معمولی است. با این حال هنوز نمیتوان با اطمینان گفت که این فعالیت مغزی کمتر تنها نشانه ای از اوتیسم است یا نشانه ای از بیشفعالی نیز می باشد. به هر روی با تشخیص این نشانه های اولیه می توان برای بهتر کردن کیفیت زندگی آینده کودک زودتر اقدام کرد.